خونه نوزادی به دنیا اومده، همسایه این ور کوچه پارچه سیاه زده. یکی از داغ عزیزش مثل بارون میباره، یکی دستاشو توی دست شریکش میذاره. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی بایزی و یه روز دیگه بهار میشی. بزا شادیات بمونه غمو از یادت ببر، آخه زندگی همین قصه سنگ و سر. قصه گریه و خنده، قصه شادی و غم، قصه بالا پایین و قصه زیاد و کم. آره باز این درو یکی میاد یکی میره، یکی چشمش هنوزم میدوه و یکی سیره. توی که مسافر جاده یه روز دار میشی، یه روزی پاییزی و یه روز دیگه بهار میشی. میدونی هرچی خدا بخواد همونه هم سفر، یا لبخند و عشق تو تو به سه ها ببر. بله. سلام آج خانم، گیلاس های شمی رو آوردم. تشریف بیارین تحویل بگیرین. گیلاس شمی چیه؟ شم در گیلاس با بوی کاملیا. سفارش کیه؟ سفارش جناب آقای دکتر خاموش. دکتر خاموش حساب کردن؟ نخیر طبق معمول. چی خانم؟ نه با شما نبودم، اومدم. بله مرسی. مرده شوره تو ببرن خاموش، من نمیدونم تا کی باید تو اون این خواهر خدا بیامرزمو بدم. چه خوش سید دلم کردی. هرچی تکون میدی؟ من تکون ندادم. بنازم چشم مستت، میام پای ماستو کیسه میکنم. مردش ریخته تو ببرم. چی کار داریم میکنی شماها؟ لام واسه چی داری میزنی زینال؟ مگه عروسی آخه؟ دکتر خاموش دستور داده خان باجی. دکتر خاموش غلط کرده، اینجا فقط خانداداش دستور میده، شماها نمیدونین اینو هنوز. چرا من میدونم. خب این نمیفهمه، این نفهم. امید حاج و واج وای نستا اینجوری منو نگاه کن. برو ببینی خاموش شده چی سفارش داده، وردار بگیر بیا. چشم. برو بادو. چشم. بیا بالا. خاک به سرم. شما چرا دست و پاتون گریده به هم؟ اومی طلبکار درو از جا کند، برو درو باز کن. چشم. برو دیگه گوش بده به حرف خان باجی. برو دیگه. منو میزنی؟ برو دیگه. آی من سی های سی و نو چه بیداشیم 20 تومن. برو خیرشو ببین. فاکتورش 22500. فاکتور که مال غریباز، ما که مشتری دستیم. بیداداش اینم برو واسه خودت. دست دایی بده من قربونت بشم. خیلی کار کردم، فردام شم میخوام. برو کجایی تو؟ من یه ساعت دارم در میزنم، نمیخواد حرف بزنی. این شما رو بعد بیار تو. بی 50000 تومن پول باش دادم، زیر بارون الان داغ میشه. تو بودو دیگه باز داره من نگاه میکنه. آخه بابا منم میخوام با شما بیام سر خاک مامانم. نمیشه عزیز دلم، نمیشه دخترم. من ترجیح میدم که تو امروز مراقب کیک و تزیینات روش باشی. راستش نگرانم دورنا، میترسم اینا نتونن اون چیزی که ما میخوایم در بیارن. بابا زور میگی. میدونم عزیزم، میدونم که دلت میخواد با من بیای، ولی من برای مراسم امروز 100 شاعر عضو انجمن رو دعوت کردم. اونا که زور میان. آره میدونم، ولی حضور تو از اول وقت توی باشگاه یه چیز دیگه است. چرا؟ بعدشم من میخوام از نبودن داییت استفاده کنم و 4 فصل ویوالدی رو توی مقبره اجرا کنم. دورنا دلم میخواد با مادر تنها باشم. 10 سال گذشت. 10 ضرب در 4 مساوی 40 فصل. گریه نکن، سرم گول مالی نمیدونم. خدای داری باش. ببین این جعبه کوچیکه واسه کیکه. چند تایی اینا؟ 100 تایی. من 2 تا واسه رو کیک. خب حلش ببر. چی گفتی؟ هیچی بابا. اگه اینکه خودت میگی همیشه. چه خبره آخه؟
خانمازی واسه چی دکتر این همه شم سفارش داده؟ این برپرده چشم خانداداشه که دور میبینم نه هر غلطی دلش میخواد میکنه خشکست کسی مهمان بود کمپوزدار کردنش مال آقای دکتر صورت حسابش مال ماست میبینی؟ خانمازی من هزار رقم کار دارم بعد برم سنگ قبر آقای دکتر رو تزیین کنم چی کار کنم؟ سنگ قبر دکتر؟ نه ما از این شانسا نداریم ما این آرزو رو به گور میبریم که بخوایم سنگ قبرمون رو آماده بکنیم بس که شعور داره کیکی که واسه شب سالگرد خواهر بیچاره من سفارش داده شکل سنگ قبره میبینی نادر میبینی بابا ترسیده منم تازه باید یه مرغش درست بکنم با بال زخمی و چشم گریون برای روی کیک میبینی ما با چه خل و دیوونه های طرفیم نادر میبینی آخه خودتش هم بس که آقاست نمیزنه شکم اینو سفره چیکار کنه سفره کنه بابا بابای دورنا خانومه ده همین دیگه به خاطر همین تنها یادگار خواهرمه که باید ملاحظه‌شو بکنم درسته میگم نادر مادر دست به کار شد واسه این حلوا بله مشغول بودم با اجازهت نه نادر جون من اون حلوا واسه خونه من اومد نداره واسه همین من مزاحمش شدم اختیار دارین تا باشه از این مزاحمت نه الان من شعرهای بیکار اینجا ردیف میشن و دیگه خودشون واسه خودشون یکی مزخرفی میگه و یکی هم احسن مامان این گله خوبه ببرم بر دورنا این گله مامان جون اگه بخوای برای هر دونه خلال انقدر معطل کنی به سالگرد امسال نمیرسیم نازی حلم نکن خودت میدونی که من هیچ کاری رو با عجله نمیتونم انجام مامان جون سلامتی از اصل سرعت ماهواره اینترنت کامپیوتر لا 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 تو رو خدا اینجوری نکن مردم میبینن من کارم رو سر فرصت انجام بدم پس من امینم باشگاه به دورنا کمک کنم نه 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 چه معنی داره یک دختری کزان فیکته ای مثل شما یه حرکت رو انجام بده؟ مامان جون کزان فیکته نیست، دزان فیته است. خیلی خوب، الان هر چی میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی با شخصیت خیلی خوب، یک دختر با شخصیتی مثل شما نباید تنها بره، با هم میره مامان جون، امروز سالگرد مرگ مادر دورناست اونم که به جز من کسی رو نداره در ضمن مادر جونتونم اونجاست آخه آه نه نه خدا شانس بده. نمیدونم چی کار کنم که جلوی اشکامو بگیرم. مامان یعنی چی این کارا رو میکنی؟ همین طور داره این خطاش عمیق‌تر میشه. خیلی خب پس من رفتم. همش منو میذاری تو امپکس. مامان امپکس نه امپاس یعنی فشار. نخه اینا نگاه کن. مامان جون حلوا خط عجله خدافظ. امپاس نه. امپاس یعنی هست پاس. یه اصطلاح فوتبال دختر جون فکر کنه من نمیدونم. مستلموش فستلفوش سلم سلم یعنی منه مم بی تربیت خرابکاری میکنی رو دست امو اینجا جاش نیستا ببین زینو به نظر تو به جای اشک این بلبله از چی استفاده کنم ماروارید خوبه نه بابا گفته میخوام که این بلبله سرش بیفته روی سنگ اشکش بریزه زیر سرش اونم اشک سرخ این چی حیوان زومسر بر چی گرفتی اینو میخوای بذاری روی این نه اینو گرفتم که از روی این یه دونه بسازم حتما هم چه ساختی اینا ببین چه قشنگ شده قشنگ نشده ببین موش تکنه کنه این خودش شده چک کسافت زدی به کیک این خودش شده شبیه سازی میکنی شما خیلی خوب شده بد شده نه خیلی قشنگ شده با نمک دیگه تاریخ تولد آبجید کی بگو من چه میدونم نمیدونی تو تاریخ تولد آبجید کی بوده من از کجا باید بدونم خوبه که خودت هم همه این 10 سال با ما بودی دیدی که رفتیم اونجا سر خاک خانداداش و دکتر با هم دعواشون شده برگشتیم اومدیم ما اینا رو جدا کردیم برگشتیم اومدیم من اصلا تا حالا سنگ قبر خواهرمو ندیدم راست میگه خیلی خب بلند شو برو از خانباجی بپرس باشه ببینیم خانباجی نیست خانباجی رفته داره دنبال عکس خواهرم میگرده برای سالگرد چیکار کنم من الان چی بنویسم ببین یه دونه چیز کن یه دونه به جای دونه انار به نظر تو میشه از خورده هندونه استفاده کرد؟ زرشک زینو تو یه نابغه‌ای خیلی من زرشک کجا داری؟ میزنم تو اون دهنت صدای بز بدی یا پاش برو کامشو بیرون از جدی زرشک میخوام برای عشق این بلبله قرمزم هست زرشک بده پاش برو تو انباری برو کامشو گوچو 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 صورتت
کیم ببینه. باشه باشه آقا، نگران نباش، همه چی آماده است. بگو بفرستن دیگه. آها پیدا کردم. نه با شما نیستم. خداحافظ. بفهمید آبجی خانم. خوبه؟ بله قربونت برم دور نابام دندونه خرگوشیش سوار رو روه کشه ها. من گفتم عکسای خواهرمو جمع کن، تو عکس دورنا رو واسه من آوردی؟ نادر! بله ببخشی خواهرتون من؟ خوب باش! الو! بله خواهد داداش سلام. سلام علیکم. الهی تصدقتون برم. اختیار داریم، ما اگه سایه داشتیم که خودمون میرفتیم زیرش. خواهش میکنم. خوب تشریف دارین. بله. زیارت ها قبول باشه خانداده. ولی مگه قرار نشد که شما برین اصفهان؟ ها؟ خانداداش دارن تشریف میارن. ای وای! ای وای! بله میفرمایید. خواهش می‌کنم. خانداداش مگه قرار نشد که با هم بریم سر خان؟ نه تا حالت نیست. نه اختیار داریم، ما بدون شما آب نمیخوریم. میگم خانداداش اگه صلاح بدونین شما شب همون قم تشریف داشته باشین استراحت کنین. نه میدونم الان صبحه، حالا حال خیلی مونده تا شب. نه خوبم خانداداش، خوبم، حالا خوبه. مواظب خودتون باشین خانداداش. قربونتون برم، خدا نگهدار. آقا دارن تشریف میارن؟ اومدن چه اومدنی؟ اومدن چه اومدنی؟ آی بدبخت شدی. بابا مگه عیبش چیه؟ عیبش چیه؟ حالا اینجوری همطوری شد واسه من واسه چی میفهمه آخه؟ هر خر بیار با من خاموش شدم، سوار قارقارکش میشه، پا میشه میره اونجا با هم دیگه رو در رو میشن. دیگه خرابیا رو با قالی رو بار کن. دو مرتبه دعوا و جنگ و جدل. بله. بودو وای نسو اینجا. بودو ببینم با قالی بارت کنم میرم. بودو با قالی. بودو. بودو. وایسا ببینم. ای خاک به سرم. دیدی چطور شد؟ همه زحمت هامون به هدر رفت. مثلا میخواستیم امسال خانداداش نباشن که دعوان نشه، بدتر شد. وای حالا بابای حیوانیمو بگو، میخواست امسال واسه خودش واسه مامانم یه مراسم کاملا خصوصی بگیره. الان خاندایی میرسه اونجا، دایی چته؟ خاندایی میرسه اونجا چی میشه؟ آخ مهمونای بابام اومدن؟ نه اما پیراسته خانم و نازی خانم پیش آبجی خانومه. راستی دایی ببین اون عکسه بود که همیشه دو خاندایی این شکلی عصبانیم که هاپو میکردش، اون درستش کردن. چطوری؟ خاندایی هم کردن تو عکس. یعنی کله خانداداشو گذاشتی رو تنه بابات؟ نه دایی، تو هم با کامپیوتر عکس بابام بردم عقب تو پس زمینه، یه عکس خاندایی هم گذاشتم بغلش، بغل من کوچولو ناز تو پلو مامانم. حالا دیگه امسال خوبه، خوشحال میشه. دایی نمیخوای لباس تو عوض کنی؟ چرا؟ خیلی اونا ریخته عوض بکن. وای وای خواهر خواهر، کاش به جای تو من مرده بودم و این روز رو نمیدیدم. خدا نکنه آبجی خانم، پیراسته جون تو در جریان این قضیه که نیست دیگه. من به این سر رسیدم و تا حالا به خانداداشم جز حقیقتی زدم. حالا به خاطر خاموش، این خاموش که لای خاموشی تو ببینم خاموش، مجبور شدم به خانداداشم دروغ بگم. ای خدا، ای وا، ای زینات بسته دیگه، چیکار داری میکنی تو؟ خانم جون میترسم یه موقع هوش برید. شما هنوز تاریخ تولد همشیرتون رو نگفتید، من باید با خامه رو کیک بنویسم. خب ایداد من سلام آی بد وقت شدم. چی شده؟ آی خواهر، خانم خاله، خدا نقش مامانم و خدا مامان شما هم بیا مورده. خدا نکن اینجوری. آی همشیرم ببنجی بس خواهر زینال، ام چی کار داری میکنی آخه تو؟ نکن دیگه زینال، بسه دیگه. به من داره اینجا اهانت میشه، من دیگه اینجا نمیمونم. به سلامت، پاشو برو، پاشو برو، راه بازو جاده درام. حالا اصلا رو کجا برمیکنی؟ این خاطر با تو چیه؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. خاموش می باشد. همینه دیگه، خاموش می باشد. بهش بگو دکتر خاموشه. تلفن همراهش خاموشه. همون. نه اینکه خود دکتر خاموش باشه. همونه. بچه ها. ما یک را بیشتر نداریم. چرایی؟ چرایی؟ که باقو آتیش بزنیم. آفرین. آفرین دیوانه. شماره تیمارستان چنده؟ مزخرف. من گفتم که همینجوری حرفی زده باشه. امید جان، شما حرف نزنی خیلی عزیز سری.
مرغ عزا و عروسی شنیدی؟ منو میگن دیگه زینال، حل چی ببرید؟ زینو، بگو که همه رفتن سر خاک، منم اجازه ندارم درو باز کنم. برو بگو. کی؟ منی، دخی تشریف ندارم. من آره. دکتر خاموش شما، من بفرمایید تو، در باز میکنم. دست ازن، در باز کن. بابا تو من برو در شوهر خواهر محترم بنده هم دکترم هستم. چه بلایی سر خان داداشم آوردی؟ یا برم زنگ بزنم اداره پلیس؟ ای خانم خاله داخل نمیگه، دلم داره این سیر و سرکه میجوشه. خب مگه میشه؟ مگه میشه خان داداشم از این جلو بزنه؟ نه آب آب درمانی میکنین آقای دکتر؟ ببخشید دکتر خاموش، شما بالاخره خانداداشو دیدین یا ندیدین؟ بله دیدم، لطفاً آب. خب بعدش چی شد آقای دکتر؟ ببخشید اگه اجازه فرمایید من یه سوالی داشتم از جناب دکتر خاموش. من؟ بله بفرمایید. الان خانداداش کجان؟ یعنی در همین لحظه. سکوت! وگرنه ضد حالی میزنم. نمیدونم، صدای انفجاری شنیدم، صورتم از اشک خیس بود، نمیتونستم درست توی آینه رو ببینم. کنسرتم نیمه کاره شده بود، سرم درد میکرد و با اون حال داشتم به رانندگیم ادامه میدادم. باریکلا بالاخره بر میگردن خان داداشم. خاموش. بله بله من از همین میترسم. وای امیدوارم همه این حرفایی که زدید تا الان حقیقت داشته باشه. به جان مادرم. همه تون به فکر خودتون، نه هیچکی منو دوست نداره، هیچ وقت هیچ کس به من فکر نمی کنه، حتی تو این روز و تو این لحظه و این همه حقیقت زینال. نه اصلا اینطوری نیست دورنا خانم، من به شما منظورم اینه که ما همه داریم به شما فکر میکنیم و دنبال یه راه حلی هستیم و حتما این راه حل رو مگه نه بچه ها؟ خب درست میگه دیگه. من یه راه حل خوب دارم، البته با اجازه بزرگترا و نادی و نازی عزیزم. ببخشید بچه ها، منظور مادر من نادره. خب ماما جون منم نازیه. خب قشنگ گوش کنی.
قضاوت ما در آدم‌های روبرو اثر می‌ذاره. بخندیم. به نیمه پر لیوان فکر کنیم. سعی کنین شرایطی فراهم کنین که نیمه پنهان خاندایی یا خانداداش آشکار بشه. با هم مهربون باشین. واقعا که خودم میرم درو باز کنم. نه بابا من میرم درو باز میکنم. اصلا نمیخواد. خودم رفتم. خانداداش. خانداداش. دکتر تو بیا جلو دکتر. کجاست؟ نمیدونم بابات چی اونجا چی شده؟ گفتم بابات کجاست؟ اون چی شده؟ تو نترس، قول برات نداره، خوفم نکن. خب خیالت راحت باشه، به تو کسی ضرری نمیزنه، هیچ کاری بد نداره. اومدم فقط و فقط خرخره باباتو بجوم. خاندایی خانداداش الان خود جلو چشاتو گرفته، حالا نرو جلو. شب از سکنجبین بهلیمو بیارم خدمتتون. این چه حرفیه میزنی آبجی؟ غلط کردم. تو که بهتر از همه میدونی وقتی من حال عصب دارم تا خون نریزم آروم نمیشینم. میگم خانداداش الان به عصب خودتون مسلط باشین. چی؟ هر سال پول حلوا و قاری و مداح و خرما رو از جیبم دادم، امسالم روش وایساده همینجوری این دکتر منو ور نگاه کردن. پول تروپ هنری رو از جیبم دادم، درسته این؟ میدونم. بعدش اومدم چارقاچش کنم، هر شقش آوزون کنم به یکی از این درخت ها برای عبرت دیگرون. میکنم این کار، خون میریزم، تیکه دیکش میکنم. منو با لاستیک پنچر کنار خیابون جا گذاشته، پاشو گذاشته رو گاز، آب رو که داری منو جا گذاشته. میدونم. میکشمه. خانداده شور نداره، خودش که همشه میگی به قول خودت بالا خونش رو داده اجاره. میخوام تخلیهش کنم همین الان. همین کنم این کنم. خانداده شکت هستم به دامنت. کوشش. اون پاشه. به من نشونش بدید فقط. همون پشته. نه. کوشش. اون پشته. پرنده قشنگم تو که میایی. بخوا خانداده. پرنده آشیونت کاشی باشم. میشه تو بینم. این نکبت گفت من بخونم. تا پشیمون نشدید از کاری که کردید برید کنار که قلبم داره از سینه میزنه بیرون. برید کنار، میخوام بکشمش. آقای منور شما فکر نمی کنی که این رفتار نامطلوبتون خیلی اثر مخربی روی جمع به خصوص کوچیکترها میذاره؟ منور دیگه کیه شما؟ منور منور برو کنار آبجی، ازت خواهش میکنم محترمانه. بانو احترام خودت رو دست خودتون بگیرید. مامان برید کنار شما. بفرما کنار. نازی ببرید کنار. ایشون برو کنار. شما پرنده قشنگم برو کنار. بفرما شما یه لحظه اجازه بدید. برو کنار. برو کنار. میز قشم شم بلند شوینا. باشا خاطر موش مردگی نزن که میخورمت، میکشمت. خرخرت اومدم به جوام. بابا
من جا میذاری با اون پای به اندازه قبر بچت که فشار میدی رو پدال گاز منو کنار خیابون جا میذاری یا هری خانوش میذاری به چاک میای اینجا قایم میشی جیگرت از این دو حد در میاد از حلومت در میارم میندازم رو آتیش گلاب پزش میکنم میدم به خوردت بلا این که میدم نه نه خانده دو بلا این که دکتر فکر کردی اینجا چی چی مادر از مگه تو ترسی آشپز لعنتی از مگه تو ترسی راستش کن اینه حالا شما سا کن چشم مرده مرده چشم سندلی بده اقا زندش کن میخوام پدرش رو بسوزونم وای وای کنار آن سر بیارش اینجا بخوابونش زینو بودو برو یه چیزی بیار من پهنش کنم رو زمین بودو بخوابونش اینجا رو من چشم خانه رو تو طرفی چشم اجام وای 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 زینو وای وای اجازه بده زینی تنفس دهن به دهن چشم مرد بندازش بینم بندازش زمین من دست به بینیت نمیزنم غلط میکنی دست میزنم دهنشو بگی تنفس دهن به دهن خانده داشت جوان مردی یک بده بیرون دو ببنده بده بیرون بشوار یک ببنده الان ممکنه هرچه هوا تو بدن اینه بزنه بیرون مسمومیت به وجود بیا مسمومیت الان به هم خود دادم دهنیشو خانده داشت برم تلمبه دو شخص هم باجی رو بیارم رازه نکرده هر کاری که از دستت برمیاد بکن که این میت رو زنده کنی میخوام پدرشو درارم خانده داشت بزن تو گوشش بزن سکو خانده شما سکته میکنی یه نادر سکو نادر سکو نه نه مرده با من سب کن فقط اینو بلندش کن بشونش من باباش رسیم این چیه دیگه قبل تو چیه اومردی چی شد تکو خود تکو خود تکو خود تکو خود مندس ترادسکانتیا چی؟ فلومینا یا برگ بیدی اینا ها امبر سارا سرگین اسکل ماتولا بال نمشه موش مرده نه 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 بگیرش برگوده من چالش کن الان سالگرد خواهرم ببرش چش چش من ببره اصرار میکنم میشینی خیلی خب به خاطر شما به خاطر دورنا بفرمایید دست شما درد نکنه حلوا بخوریم به خجالت اول حلواتونو بخورین بعد برای مامانم فاتحه بفرستین بعدم اگه خواستین خجالت بله یه چیزی میدونین دارنا خانم نه چیا نادر رو برعکسش که کنیم میشه دارنا چه بامزه اینو تنهایی گفتی یا برداستان داشتی حالا برمیدارین یا نه رژیم دارم خانده داشت حلوا رو پیراست خانم زحمتشو کشیدن افتادن تو زحمت دیگه دستشون درد نکنه من واقعا شرمنده ایشون شدم خواهش میکنم آقا منور قابل شما رو نداره بعد اگر که خواستین من اون نوار آرامشم رو میدم به شما که استفاده کنین خدا رفتگان همه رو بیامرزه بیا 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 ساقی از می بده مجلسی بیا ساقی از می بده مجلسی که
حباب دلت، حباب دلت داد از این نکته یاد. حبابی حباب دلت داد از این نکته یاد که چون برده با افسر کیقوباد. آفرین حالم یعنی همچین به هم خورد. قربونتون برم آقا. بله، از قدیم گفتم که یک جو نیرزد سرای سپنج. منظورشون همین دنیا بوده که خانده. راستی خواب مامانم رو دیدم، خیلی خوش خالش گفتش که واسم ختم نگیری، قصه نخوریم. گفت دختر خوشگل، اول قربونت برم انقدر تو ماهی، انقدر قصه نخور، گریه نکن. گفت من اینجا از کین و قصافت و سنگدلی و ناراحتی بین شماها خیلی قصه میخورم. هم خوب باشی. تو خوابت شطورم بود؟ شطور نه، یه چیز دیگه هم گفته بود. راستی اول اون عکس بده خدمت خانداداش که فراموش نشه. نفهمیدم آبجی، عکس من پیش این چی کار میکنه؟ توی یک آلبوم خانوادگی مونه. خب تو آلبوم خانوادگی چی کار میکنه؟ خب جناب میمونه. ببینم دورنا جون. اینه ها. یعنی موقعی که این عروسی کرده خانداداشم انقدی بوده؟ چقدی بوده؟ اونقدر. میگم دورنا جون، بقیه پیغام مادرت هم بگو. بقیه نداشت. چرا اون؟ داشت. مامانم گفتش انقدر شب شعر دوست دارم، خواهش میکنم برام شب شعر بگیری. چه؟ خود مامانم به من شب شعر؟ بله، اوکی. تا اونجا که ما یادمون میاد، مادر خدا بیامرزت وقتی که داشت از دار دنیا میرفت، عاقل بود. خیلی خوب داشت. جسارت، ولی این خواسته ی اموات رو باید برآورده کرد. خب بله. بله. شما زحمت نکشید، من میرم در رو باز میکنم. احتمالاً دوستای من هستن که اومدن. فعلا با اجازه همگی خدا حافظ. زینو سر کنید خانده داشت. آواز بخون، یه آواز عبرت آموز. یه چیزی خانده داشت، یه چیزی پشوی دیگه زینو. یه چیزی بخون. نه آبجی خانم، این روزا همسایه ها را بلا میدن. خانم این روزا همسایه ها را بلا میدن. آقا زینال رو ببین، دیره دیگه شما آقا میدن. خانداداش رو بدن، رنگ و روشان رو بدن. Stop!